خب بچه‌ها توی این ویدیو میخوام بهتون بگم که چیکار کنیم بقیه عاشقمون بشن. به تیتر نمیخوره ولی اینکه آدم‌ها از طریق بو هم عاشق شما میشن این یه قضیه‌ایه که نمیتونم انکارش کنم. حالا من میخوام بهت بگم که چجوری همیشه خوشبو باشی. از مرحله اول که همون رفتن شروع کنیم. ببینین اگر میخواین که بدنتون خوشبو باشه همیشه بوی خوبی بدین، لطفا هر روز همون برین. هیچ فرقی نمیکنه که الان توی فصل گرما هستیم یا توی فصل سرما هستیم، شما برای اینکه بدنتون رو خوشبو نگه دارین باید دوش بگیرین. و نکته هایی که باید توی حموم حالا و بعد همون انجام بدین که این ماندگاری بوی خوب رو ببرین بالا، الان بهتون میگم. شما زمانی که میرین همون بهتون توصیه میکنم که از یک شامپو بدن خوشبو، یه برند مورد علاقتون، یه طعم مورد علاقتون، از اون برند استفاده کنین و بدنتون رو با شامپو بدن بشورید. حالا یه سری شاید بدنشون رو با صابون بشورن، اشکال نداره، ولی به نظر من ماندگاری بوی شامپو بدن بیشتره و کمتر باعث خشکی بدن میشه. صابون یکم به خاطر میزان اسیدی بودنش پوست رو خشک میکنه مخصوصا توی این فصل‌ها، پس از یه شامپو بدن خوشبو استفاده کنید. زمانی هم که توی حموم هستین لطفا سعی کنین که حداقل 2 بار بدنتون رو لیف بزنین و یه سری جا هستن که ما اصلا هیچ وقت حالا مثلا شاید نشستیمشون چون حالا یا حواسمون نبوده یا نمیدونستیم یا توجه نکردیم، اوکی؟ ولی بچه‌ها شما باید همه جای بدنتون رو بشورین. این زیر گردنتون، این قسمت‌های پشته گوشتون، گوشاتون، نافتون، همه جای بدنتون رو بشورید و برای جای خصوصیتون هم سعی کنید که از شوینده‌های مخصوص استفاده کنید که تقریبا همه جای بدنتون رو کاور کرده باشین، حتی انگشت‌های پاتون. و بچه‌ها بهتون بگم که موهای سرتون خیلی توی اون بو تاثیر دارن، بویی که شما از خودتون به وجود میارید. ببینید موها خیلی بو رو تو خودشون نگه میدارن. مثلا زمانی که شما میرین همون دوش میگیرین، میرین که نفر میشین، قبل از اینکه بگه بدن چه بوی خوبی میده میگه موها چه بوی خوبی میده. پس توی پخش کردن بو خیلی تاثیر دارن. موهاتون رو حداقل 2 بار بشورید. و اینکه من نمیفهمم یه سریام میام میگن که میرین حموم سرتون رو نشورین، بعد میگن که موهاتون مثلا هفته یه بار، 2 هفته یه بار. پشه اساس این حرف رو میزنین؟ موهاتون اینطوری سالمتره. بچه من نمیدونم واقعا شاید اینطوری سالمتر باشه ولی بو میگیره این سر ناخودآگاه. این قدای سرتون که کف سرتونه اینطوری چربی تولید میکنه، بعد اصلا بوی بد، ظاهر بد، مویی که تمیزه اصلا مشخصه از دور و مویی که کثیفه بازم از دور مشخصه. من نمیتونم الان بیام به شما بگم که موهاتون رو هر روز بشورین یا هر روز نشورین. بستگی به تایپ موتون که چربه یا خشک خودتون بهتر میتونین تشخیص بدین، ولی من هر روز موهامو میشورم، هیچ اتفاقی هم نمیافته. بعد از اینکه از همون در اومدین حتما بچه‌ها یه لوسیون مخصوص داشته باشین که به تمام بدنتون بزنید. خب لوسیون پوست بدنتون رو از اون خشکی در میاره، مرطوب میکنه و معمولا لوسیون ها یه بویی دارن که تا مثلا فکر میکنم یه چند ساعتی روی بدنتون میمونه و شما زمانی که لوسیونی به بدنتون میزنین بعدش حالا عطری، اتکلونی، هر چیزی که بزنین ماندگاری اون عطر اتکلون هم میبره بالا. شما زمانی که بدنتون بوی خوب نده هیچ عطر اتکلونی نمیتونه اینو کاور کنه. پس اینا با هم، اینا مکمل همن. بعد از حموم سعی کنید که برای زیر بغلتون جاهایی که میدونین بیشتر از بقیه جاها عرق میکنه از ضد طریق استفاده کنید، اوکی؟ جاهایی که عرق کرده رو نریم. بعضیا به اشتباه مثلا میرن بادی اسپلش میزنن روی بدنشون، مثلا جاهایی که عرق کرده و مثلا ممکنه عرق کنه. بچه‌ها اون فقط روی پوستتون اثر میذاره و صرفا پوست تمیزتون رو بتونه خوشبو کنه، ولی جایی که عرق کرده اون بوی بادی با بوی اون عرقتون میکس میشه، یه چیز بدی میشه. اگه میخواید عرق نکنید لطفا از ضد طریق های اسپریهای پودری استفاده کنین و چیزهای اینطوری. خب حالا تا اینجا چی شد؟ رفتم حموم، اومدم، به بدنم لوسیون زدم، و حالا جایی که ممکنه عرق کنه اسپری ضد تعریق یا دئودورانت یا هر چیزی استفاده کردم و حالا میخوام عطر بزنم. عطر میزنید، اتکلون میزنید، هر چیزی میزنید بچه‌ها، خسیس نباشین. یه دونه اینجا یه دونه اینجا کمه. بعد اصلا مگه فقط این قسمتیم ما؟ بقیه قسمت ها هم هستی که لطفا به همه جاتون اگه میخواین بزنین عطر بزنین. وقتی میگم همه جا یعنی همه جا، اوکی؟ و یه سری از قسمت‌های بدنتون که نبض داره، مثلا مثل دستتون، گردنتون، اینجور جا حرارت بدنتون هم یکم بیشتر هست و وقتی شما عطر رو این قسمت‌ها میزنید، زمانی هم که یکم حرارت بدنتون میره بالا، بوی خوب از بدنتون به وجود میاد جای اینکه بوی بد. خوشبو، ترتمیز، میخواین از در خونه پاتون رو بذارین بیرون. من به شما پیشنهادم چیه؟ خب هر عطری یه مقدار ساعت ماندگاری داره. خب من همیشه به شما پیشنهاد میکنم که توی کیفتون یه عطر مینی بذارین، یه عطر انقدری، یه عطر که توی کیفتون جا بشه. شما معمولا اتکلون‌های بزرگ رو نمیتونیم توی کیفمون هم کنیم، هم سنگینه هم ممکنه بشکنه. عطرای مینی من خودم 2-3 تا رو دارم جلو آینه، مثلا اینطوری عطرای کوچولو کوچولو میگیرم که بتونم بس از اون بوهایی که میخوام میذارم توی کیفم، هر جا که خواستم حالا قبل از اینکه ورود کنم به جایی اگه نیاز ببینم که الان مثلا عطرم الان بوش رفته استفاده میکنم. عطر رو به موهاتونم بزنید، خب چون موهای شما بهتون گفتم توی پخش بو خیلی تاثیر دارن. حالا نمیخواد مستقیما عطر رو بگیریم بزنین روی موهاتون که موهاتون آسیب ببینه، یا میتونین یه مقدار به برشتون بزنین، یا اینکه یه سری کلا عطر مو اینجور چیزها هست که برای موه، یعنی برای مو ضرر نداره. یه عطر موهایی که تو بازار نمیدونم انقدر نمیدونم عکس خرس و اینجور چیزا داره، بچه اینو بو بعد بگیره بعد یه مدت. یعنی من دیدم خیلی هم تو این مغازا زیادن، بعد اینا اولش خوشبو هن ولی بعدش که میگذاره یه بوی بدی از خودشون تولید میکنن. لطفا اگه میخواییم بخرین بریم بپرسیم و یه مارک و برند خوب بخرین که اگه روی موهاتون مون بوی بدی نگیره. یه چیز دیگه هم که میتونه خراب کنه بوی خوب شما رو بچه بوی دهنتونه. خب یعنی اگر که به هر دلیلی دهنتون بوی بدی بده، بازم این قابلیت اینو داره که همه اونها رو خراب کنه. این طرف بوی خوب میده مثلا و میری کنارش میشین صحبت میکنه. لطفا حالا این قضیه ممکنه برای همه پیش بیاد، گارد نگیرید، نگید که حالا دهن من هیچ وقت بو نمیره یا دهن اون همیشه بو میده. این قضیه ممکنه مثلا شما 3-4 ساعت غذا نخورده باشید بعد بوی دهنتون بد باشه. برای که بوی دهنتون همیشه خوب باشه مسواک بزنید بچه ها. روزی 3 بارم شده مسواک بزنید، بعد هر وعده غذایی مسواک بزنید، دندوناتون هم نخ بزنید حتما، چون اون چیزها غذاهایی که خوردین لای دندونتون گیر میکنه و همونها گاه میبینید بوی بد دارن تولید میکنن. مشکل مثلا از داخل نیست، مشکل این چیزایی که لای دندونتون گیر کردن. پس مسواک بزنید، نخ دندون بزنید و نکته بعد این که آبم زیاد بخوریم. برای اینکه دهنتون خوش نشه و بوی بدی به خودش نگیره هی تون آب بخورین. کلا بدنتون رو هیدراته نگه دارین، هم گوارشتون بهتر کار میکنه، همین که دهنتون خشک نمیشه که بوی بد بخواد ایجاد کنه. حالا اینایی که گفتم برای مثلا توی خونه بود قبل از اینکه حالا بریم بیرون و اینا. وقتی هم که میریم بیرون مثل همون عطری که گفتم همیشه توی کیفتون داشته باشین برای اینکه همیشه خوشبو باشین. من یه دونه از اینا گرفتم، والا اسپری دهانه، اینا میذارم توی کیفم. ماندگارش خیلی بالا نیست ولی خب همیشه توی کیفم دارمش. به دردتون میخوره. حالا از مارکا برندهای مختلف 100% اینجور چیزا هست توی داروخونه، برین تهیه کنین. یا اینکه اگر از اینا براتون میاد که تو دهنتون اسپری کنید، از این قرصایی که قرصای خوشبو کننده آدامس، شکلات‌های آب نباتی، اینجور چیزایی که طعم دهنتون رو خیلی خوشبو میکنن، لطفا از اینها توی کیفتون همیشه داشته باشین، همیشه. و اینکه بچه‌ها سعی کنید روی آیتم اتکلون اینجور چیزها هزینه کنید. یعنی جوری نباشین که توی این قسمت حالا سختتون باشه یا مثلا یه جورایی مثلا زورتون بیاد بر اون آیتم بخرین، چون یک سری عطرها هستن مثلا حالا اصل نیستن و سعی میکنن شبیه بوی اصلیشو در بیارن اما میریم اونا رو میخریم، بعد یه مدت میزنیم که مثلا اولش بوی خوب میدن و بعد که مدت میمونن تبدیل به بوی بدی میشن و اینجور عطرها ماندگاری بالایی ندارن، ماندگاری پایینی دارن و اصلا به صرفه نیستن. شما یه عطر خوب بخرید میتونید تا مدت‌ها اون استفاده کنید، چون هم پخش بوی بالایی داره، هم ماندگاری بالایی داره، هم کیفیت خوبی داره. شما لازم نیست هر دقیقه دستت باشه بزنی بعد حالا بوی خوبی هم نده. و یه مورد خیلی مهم، خیلی اصلا تا این مرحله اوکیان، همه چیشون رعایت میکنن، ولی حالا یا حواسشون نیست یا مثلا حالا به هر دلیلی لباسهاشون رو نمیشورن. خب شما اگه هر چقدرم که بوی خوب بدین، بوی گلم که بدین، لباستون اگه بوی بد بده اون بوی لباس غالب تره، در واقع بهتره اینطوری بگم، و اون بوی لباس بوی شما هم خراب میکنه. پس لباساتون رو حتما بشورید. لباسی که کثیفه باید شسته بشه، مهم نیست اون لباس حالا خراب میشه خراب نمیشه، اون لباس رو بشورش. خیلی مثلا قضیه سختشونه که لباساشون رو بشورن. لباساتون رو بشورید لطفا، بزن لباساتون هم بوی خوب بده، خودتون هم بوی خوب بدین، بعد میشه ترکیب بهشتی. بچه ها رژیم غذاییتون هم خیلی میتونه روی بوی بدنتون، بوی دهانتون، اینجور چیزها تاثیر داشته باشه. یعنی بعضی وقتا میای میبینی که همه چی رو رعایت کردی ولی مثلا بدنت ناخودآگاه بوی بدی میده، یعنی همین الان همون در مدی نشستی بدنت بوی بدی میده. اگر اینطوری هستی لطفا بریم پیش دکتر و درمان کنین خودتون رو. و اینکه دلیلش هم میتونه واسه تغذیه هم باشه، یعنی شما زمانی که تغذیه ناسالمی داشته باشی، غذاهای چرب، غذاهای روغنی، غذاهای پر ادویه، یک سری اینجور غذاها کلا باعث میشن که ما بدنمون روی بوی بدنمون تاثیر دارن، باعث میشن که بدنمون یه مقدار بوش برگرده یا حتی بوی بدی باشه. عوضش هر چقدر که سالم خوری بیشتری کنید، آب بیشتری مصرف کنید، بدنتون هم حتی میبینید که موقع تعریق، حتی زمانی که عرق کردین، عرقتون هیچ بوی بدی نمیده، چون عرق سموم بدنه دیگه و این سموم بدن از ناشی از مواد غذایی هم که خوردین هست. پس این قضیه خیلی تاثیر داره بچه‌ها، این موضوع هم جدی بگیرید. خب بچه‌ها اینم یه ویدیو دیگه، امیدوارم که براتون مفید باشه. سعی کردم همه نکات رو کاور کنم، همه نکات رو بهتون بگم. بازم اگه نکته‌ای که شما انجام میدید و برای ترتمیزتر شدنتون اون کار رو انجام میدید، لطفا برام کامنت بذارین که بقیه بچه‌ام بخونن، از جمله خودمونم بخونم. و اینکه دوستتون دارم، مرسی که این ویدیو رو دیدین. توی ویدیو بعدی میبینمتون. خدافظ.